سلام بر شما خوش آمدید به دیده بان فرناز قاضی زده هستم این هفته مسعود بهنود از باستا به قراردادهای خرید هواپیما تا اقدام دولت برای مقابله با نقض برجام در مطبوعات ایران خواهد گفت اما در ادامه این برنامه فصل صد زن در بی, بی سی فارسی و پاسخ به انتقادات شما سلام آقای بهنود این اه, هفته که گذشت به نظر می اومد که هر خبری خیلی کوتاه در یک روز اومد و رفت خیلی موندگار نشد در صفحات روزنامه سلام برای دیگه شاید انگیزترینش هم نوع برخورد روزنامه های ایران به طور کلی بود با ماجرای حلب م. که کمتر در صفحه اول اومد و اون روزی هم که به عنوان تمام شدن یعنی به عنوان آزاد شد به تعبیر روزنامه شرق حالا کار نداریم این تعبیر درستی یا نیست اون روزی هم که اومد باز همین بود یعنی اینکه دنیا خیلی هم کوچک سمت راست بالا یه ذرم عجله ام. کرده بود یعنی یه پیش بینی کرده بود ریس کرده بود ام. مثل روزنامه که سر هیلاری کلینتون کرده بودن اما به طور کلی بیشتر روزنامه های دنیا هم تا که شما دیدین به جنبه انسانی قضیه خوب خیلی توجه می‌کردن واقعا هم اون ماجرا واقعا بر مردم دنیا انقدر ابعاد سیاسیش که حالا کی برد کی باخت و کی آم... تو این شرایط کی عامل کی نیستش اهمیت چندان مردم اونجا دارن از دست میره هزاران نفر یه فاجعه بزرگی شبیه فاجعه که تو جنگ جهانی دوم شد ولی نه به طور کلی خیلی زیاد نبوده نکاس شروع. بله بریم سراغ روزنامه جوان اول هفته ببینیم که با چی شروع کرده جوان های مخالف دولت این ازل رئیس جمهور کره به خاطر تخلف دوستش رو هم با یه تلمیحی که انگار که یاد بگیرید انگار که در انتظار شما هم هست بره اگر هم خیلی واضح نبود در وسط هفته آقای شهر مداری سرمقاله نوشت و توش نوشت به دلیل اشتباه در برداشت راجع به امریکا اینطور که رهبر گفتن که امریکا بعد بوده است و دولت نفهمیده باید برکنار شه یعنی نه. اصلا صحبت برکناری رئیس جمهور مطرکه البته هیچ جای یعنی نکاس بده نکرد ولی به حال مقصدم اینه که این ماجرا هم سعی کردن اونا به این داستانی ذره نزدیک شن بسیار خب روزنامه بعدی روزنامه هفته صبح هست با اما تا دلتون بخواد روزنامه اجتماعی خبر داشتند هم که میبینید تمام صفحه پر از خبر حتی تیترهای تناش که میزنه آدم میترسه بعضی از تیزهای کوچیکش هم که حتی میبینین غیر از این گزارش ها اصلیه ها که شما دیده بودین این اگر... ماجرای همون قضیه هست که هفته های پیش هم صحبت کردیم خرید و فروش نوزادان چیزی که میگه فرید اتارزاده تو این خیلی تکان دهنده است میگه که همه میان آگهی میدن که ما یه زوج جوونی هستیم خیلی گوگلی مگوری فقط بچه دار نمیشیم الان بچه میخوایم و اینا بیان بچه‌تون رو به ما بفروشین حالا کی رفته اینو تحقیق کنه متوجه بشه مطمئن بشه که اینا راست میگن اصلا میخوان با این بچه چیکار بکنن چطور یعنی این بیزنسی که راه افتاده که مثلا آدما میتونن آگهی بدن بچه رو بخرن بفروشن اینا خصوص اصلاً از طریق اینترنت دقیقاً دقیقاً یعنی جای این ب... این قابل خیلی و یعنی که یه ای درست شده که توش موجود زنده داره خرید خرید فروش میشه خیلی, خیلی عجیبه بله به هر حال بریم سراغ روزنامه بعدی روزنامه شهر و همون تیتری که صحبتش کردیم حلوازاد شد بله که زودتر دادن این مصاحبه که کرده با امیر محمود موسوی حالا غیر از یه تلمیحی که باید تا خرداد ثبت کنیم داره منظورش اینه که تو برای رفع حس باید تا نه اصلا اشاره به حس نیستش به همین جد میگم یه تلمیحیه یه شیطنت یه کار با نمک تیتری یا دبیران کردن ولی کلش اینه که بحث راجع به سوریه هست و راجع به تحولات منطقه ایران با اون تحولات چه میکنه ایشون میگن که تا انتخابات ما در دیپلمات بودن و تخصصشون سفیر در منطقه آه. و ب... 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 این یه موضوعی است که تا انتخابات ما و بعدم تا جا افتادن رئیس جمهور جدید اینا سب کنیم برای خرداد و برای اونجا میگه ولی نکته مهمی ایشون بهش اشاره میکنه به نظرم جا داره همون حرفی است که میزدیم دنباله حلب میگوید که الان چند میلیون نفر به طور مستقیم زیر ماجرای سوریه زندگیشون دگرگون شده و پر از تنفرن بل. و این تنفر چیزی نیستش که به سادگی رفت بشه به سادگی بشه یه دولتی دیگه بیادش دیگه نه نه این یه چیز انباشته است در اونجا هست به شکل‌های مختلف سر باز می‌کنه این داستان با ختم به اصطلاح ها تموم نمیشه همونطور که در کجا و نشد در بقیه جا نشد خیلی طول خواهد کشید بریم بعدی رو ببینیم روزنامه مهمترین خبر هفته است این همون ماجرایی هست دستور رئیس جمهوری برای بررسی بل. در واقع دستور به وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی برای بررسی موارد نقض بر... اینکه چطور با نقض برجام باید برخورد بکنه ایران برخورد چیز بود آمریکا تصویب قانون تمدید تحریم ها رو آقای رئیس جمهور گفته که این نقض برجام است بریم بعدی رو ببینیم رسالت رو ببینید نشونه خالی شدن مطبوعات به نظرم این شماره دیروز رسالت دارید میبینید میگن که خب تیراژ این روزنامه ها رفته به حدود 100 تا و اینا برات شیف نمیدونم 100 تا دونه صحبتش هست تو بعضی از گزارش ها بدون اینکه رقم اومده باشه رفتن بعضیا ته جدول یعنی مثلا بالای با جدول هم خبرای خیلی عجیب قریب نیست 20 هزار تاست برای کشور 80 میلیونی برای این تیراژ ها شده واقعا این صفحه بعد شما پرسم این صفحه کسی رو ترغیب میکنه به اینکه یه روزنامه ای حالا بدون توجه به به جناح, جناح و روش و اینا اصلا شمت. این بر نمی آدم که این روزنامه رو به یه دلیل از دلایل بخره یک دو اینکه روزنامه‌ای که تولیدش روزنامه مختصر میشه به سرمقاله که هر هم نداره بله بسیار خوب ممنونای بنود میایم به مطبوعات برمیگردیم اما مجموعه برنامه های صد زن بی بی سی فارسی در هفته گذشته با های زیادی داشت تا لحظاتی دیگه تهیه کنندگان این مجموعه با ما خواهند بود در دیدبان تا به بعضی انتقادها پاسخ کار خیلی از زنان این روزها تغییر کرده و در کشورهای توسعه یافته دولتها برای برابری دستمزد قوانینی تصویب می کنند. اما در بسیاری از کشورها قانونگذاران خود صد راهند. وقتی توی شبکه های اجتماعی زیر عکسامون حرفهای جلف و زننده می نویسند با شما چی باید باشه؟ باید پاک کنیم؟ باید سکوت کنیم یا باید باهاشون وارد بحث بشیم. هویت جنسی ما چه زمانی شکل می گیره؟ این تصور که زن و مرد توانایی های جسمی و فکری و علایق متفاوتی دارند از کجا شروع میشه؟ صفت های دخترانه، پسرانه، نقش های مردانه، زنانه کی تعریف میشن؟ بر اساس تازه آمار در بریتانیا، زنان 26 ساعت و مردان 16 ساعت در هفته کار خانه و بچه داری میکنند. در نظر بگیریم که 70 درصد زنان در این کشور کار میکنند. شام تاریک که سهر نشد، ظلم ظالم و جور سیاد بار دیگر آشیان موسیقی زنان را به باد داد آنها همچون بلبلانی خاموش آن هم در موسم گل به پستوها رانده شدند مجموعه صد زن از مجموعه برنامه هایی بود که واکنش بسیار زیادی برانگیخت نظرات زیادی به دست ما رسید من بخشی از اونها رو انتخاب کردم تعدادشون زیاد بوده فقط کوتاه براتون میخونم آمر پرسیده که این شبکه یک شبکه سیاسیه این برنامه اصلا چه ربطی به این شبکه داره مگه اینکه بخواین ایدئولوژی نظام های اسلامی رو زیر سوال ببرین حسین گفته برنامه خوبی بود ولی چرا همش فکر میکنین حقوق زنان نادیده گرفته میشه یا چرا برابر مردان نیستن وقتی یه زن میتونه در خانه مادر خوبی باشه برای تربیت فرزندان یا همسر خوبی باشه برای شوهرش و مدیر خوبی باشه برای اقتصاد خانواده چرا باید پشه بره بیرون کار کنه محمد گفته به نظرم بی, بی سی بیش از حد در مورد زنان مانوف میده البته پرداختن به حقوق زنان خیلی خوبه اما زیاد بحث کردن در این مورد خسته کننده است مهدی میگه قصد شما فقط ترویج فمینیسم و بیبندوباریه شادی میگه اگر نگاهی هم به وضعیت زنان خاندار میانداختید خوب بود خدا میگه برنامه بسیار جالبی بود من تمام قسمت ها رو نگاه کردم به علاوه نوبت شما در اون هفته برنامه 60 دقیقه هم خوبی داشت خیلی ممنون مهمونای انتخابی خوبی داشت خیلی به موقع و کارشناسانه حرف می‌زدید قسمت آخر موسیقی زندم که دیگه حرف نداشت خب خیلی مسائل مختلفی مطرح شده ما دو مهمون داریم امروز به طور ویژه آنایتا شمس تهیه کننده برنامه های تلویزیونی و فرانک امیدی که در آنلاین و اینتراکتیو برنامه‌های نوبت شما ما و فضای مجازی کار می‌کردن بچه بحث اصلی رو دیدین چی؟ اصلا اصل, اصل قضیه اینه که چرا سدزن، چرا این مجموعه برنامه ها ایجاد شده تا تو میخوای شروع کنید؟ برنامه صد در واقع در سال 2013 شروع شد ولی 2012 بود که بعد از اون که اون تجاوزهای گروهی در هند اتفاق افتاد و خبرش پخش شد و بعد گروه برنامه خبر توی بی بی سی نشستن نگاه کردن و دیدن این تجاوزهای گروهی فقط اون بار نبوده در روز شاید بارها و بارها این اتفاق می افتاد ولی متاسفانه هیچ وقت نمیمد در سطر خبر قرار نمی گرفت و چقدر خوبه که واقعا اینا بیاد به عنوان خبر در موردش صحبت بشه بحث بشه برای اینکه دیدیم که چقدر واقعا تاثیر گذاشت اون وقتی که اومد توی خبر و بعد یه گروه بزرگی تشکیل شد در گروه برنامه‌ریزی خبر نشستن راجع به مسائل زنان که خیلی در خبر و در رسانه‌ها در موردش بسته میشه صحبت کردن و یک سری مجموعه صد زن درست. از سال 2013 شروع کرد ولی چرا صد زن یکی مثلا اینجا پرسیده که چرا فقط میگی صد زن مگه صد زن موفق فقط داریم فرانک میخوای تو بگو آره این سوال همه میکنن جریانش نیست که در سال 2013 به مدت یک ماه تقریبا این گروه برنامه‌ریزی خبر شروع کردن از زنان مختلف در دور دنیا نظر سنجی کردن ببینن که چه مسائلی رو میشه در موردش بحث کرد و وارد رسانه کرد و رسانه ایش کرد برای اون سال البته وقتی که شروع کردن نظرسنجی کردن بعد به این نتیجه رسیدن که یک پنلی از زنان درست بکنن و اون پنل بیاد در روز آخر بعد از یک ماه روز 25 نوامبر بود فکر کنم اون زمان حالا من دقیقا تاریخش یادم نمیاد اون روز بیان در بی بی سی از این دعوت بشه از این زنان بیان در بی بی سی و در مورد این مسائلی که در طول یک ماه نظرسنجی شده بحث بکنن اون تعداد زنی که دعوت شده بودم برای اون پنل صد زن بودم و برای همین بر اون اساس اسم کل این سیزن یا این فصل برنامه های ویژه صد زن شد اما چرا اصلا این برنامه ها رو بی بی سی میره و دنبالش در این سطح چون میدیم در کل بی بی سی هم هست میگه گفته شده که این ترویجی بی بندوباری ترویجی فمینیزمه میخواید تو شروع کن چون یه بحثی هم بود توی وبسایت تو که خیلی سر و صدا کرد اون بحث مسئله جنسی زنان فرانک این مسائل زنان به طور کلی نه نه فقط در کشوری مثل ایران یا افغانستان یا مثلا بخوام بگیم خاورمیانه خیلی از مسائل زنان مسائلی هستند که خیلی تابو هستند در موردشون صحبت نمیشه شرم و حج با حیا اجازه نمیده شما در مورد خیلی از مسائل که مربوط به زنان میشه صحبت بکنی یکی از اون مسائل مثلا تجاوزه یکی ارگازم زناست این مثلا بحث ارگازم زنا که ما در مقاله اه اه ترجمه کرده مقاله مقاله‌ای بود که از انگلیسی ترجمه شده بود جالب اینه که فقط با اینکه در کشورهای غربی مثل آم... کشورهای آمریکایی یا اروپایی مسئله سکس شاید به نظر خیلی مسئله باشه که باز باشه ولی هنوز اینقدر تابوه که اصلا تحقیقات علمی درباره سکشوالیته یا جنسیت زن انجام نمیشه بودجه اصلا بهش تخصص داده نمیشه و برای همین این مقاله مقاله خیلی جالبی بود که ما فکر کردیم اگر که برای غربی ها اینقدر جالبه پس حتما برای زنانی که در خاور میانه هستن و زنان فارسی زبان حتی میتونه جالب باشه مسئله دیگه که اونایی تا اینجا مطرح شده این که چرا این موضوع ها؟ مثلا یه نفر اینجا گفته که چرا به موضوع زنان خانه دار نپرداختین چرا مثلا زنان شاغل طلاق موسیقی زنان رو انتخاب کرد ما از حدود یک ماه قبل از این برنامه ها جلسات مختلفی داشتیم از سردبیر از بچه های از خبرنگار مختلف خواستیم بیان تو جلسات و در مورد موضوعات مختلفی که در حوزه زنان هست بحث کردیم و حتی ما توی سوشال میدیا هم خواستیم که مردم نظراتشون رو بدن بگن که چه مسائلی رو دلشون میخواد که بی بی سی بهش بپردازه در موردش حرف بزنه که حتی سه تا موضوع ما سه تا موضوع اصلی ما از انتخابی بود یعنی نظر بینندگان ما بود یکیش طلاق بود اتفاقا یکی مادران شاغل در واقع یکی از نظرات یعنی بی بینندگان خواسته بودن که ما در موردش برنامه بسازیم و در موردش حرف بزنیم ما اینطوری این, این پنج تا موضوع رو انتخاب کردیم برای شست. فکر میکنم تا صد زن آینده سال دیگه بعد ازتون خدافزی کنم فرانک امیدی و انایت شمس بسیار خوب های بهنو در صد زن بگذاریم به این مطبوعات ایران و کارتون ها و کاریکاتور ها از آه... اصلا کریم زاده شروع اصلاً کنیم زاده که جهان, جهان رو دیده همون, همون کم بودی که میگیم اه... صبحانه تو خواهر میانه معلوم وزیش چجور از فلاکت از اون آدم بذاره که... جنگ دیگه بله بعدی رو ببینیم کار تکجو جواد تکجو این بحثی که سر هواپیما ها پیش <applause> البته الان خم... خیلی تعداد زیاد شده دیگه میگن مثلا تو هم رفته تهران 100 تا قرار بفروشه بو این قراردادش امضا شد اون هم 100 تا صد خورده ای این حالا احتمالا رئیس سازمان هما هواپیمایی ایران شب که میخواد بخواب هواپیما میشموره قبلا هم گفتن گوسفند میشموره هواپیما میشموره بسیار خوب بعدی محمد رضا ثقفی ماجرای صدور خاک ها صادرات گفتن که این قاچاق قاچاق میکنن صادرات خاک خاک میفروشن به مناطق جنوبی خلیج فارس چون رو خاک مرغوب رو میفروشن به اون بله دیگه بنابراین ام. این بحثی شما که خود ایران هم مشکل خاک داره دیگه به هر حال اینقدر ایران خاک داره که البته مشکل کبیر پیش اومدن کبیر و اینا هم فراون داره ولی نسبت به این کشور کوچولو میشه فهمید قضیه رو ولی مهم این هستی گفتن که قاچاق میشه و بعدم چون تو فرست دولت نیستش بله بسیار خوب بریم سراغ برگزیده ها 25 ساله شد هم شهری بله خب همشهری جزء اتفاقاتی است که شاید برای نسل جدید خوب بدونه که همشهری و ایران بله. و حتی جامعه جم این ستا روزنامه دلباز غیر سیاسی که در یک اندازه و حجم و رنگی و اینا وارد شدن اینا تقریبا همزمان اومدن نه با... جام تقریباً خیلی دیگه... بدتر بود حدود ده سال تقریبا بدتر بود چون ده سال که ده بله جام جام حدود من دقیقاً یادم حدود هفتاد و نه اومد درسته با... این این به خصوص که به صلاح آغاز دوره دومه بله. با... آقای آشمی بود اینا یه جریان جنبشی بود بعد دربارشون خیلی حرف زده شد اما الان که گفتیم اینو بگیم که شماره داد که همین شماره است که میبینین توش همه اساتید حرف زدن از جمله دکتر نمک دوست صحبتی کرد آقای دکتر قاضی زاده حرف زد <coughs> میبینین یونس شوک خواه حرف زد بقیه هم حرف زدن م. یعنی حتی آقای انتظامی که خودش سردویر جامع جمع, جمع بود اولین بیانگذار جامعه جمع بود یادتون باشه الان معاون وزارت خونه است. ایشون هم نوشتن به حال یاد کردن که روغ قرن ساده نیست. بله به خصوص مثلا من این مطلب آقای شرخا دیدم که میگه همشهری علاوه بر استمرار از قلزت مضمونی هم برخوردار بوده. این واقعا مسئله ای بله. است که همشهری رو یگانه کرده در مطبوعات ما در طول سالها این زمینه های همشهری حالا بله. خود خود روزنامه که جای خود ولی زمیمه های همشهری خیلی هاشون پیشرو بودن. مثلا مثل نشریه مورد علاقه من و شما داستان یا خیلی های دیگه بله ت... یه نکته هم آقای قازاده اشاره کرده این نکته مهمه میگه از اول پایگزاریش از نظر تجاری بله فکر همه چی شده و همین این, این هنوز با وجود همه این تغییرات اومده رفته بالاخره یه دوره ای آقای احمدی نژاد اومده رفته شهردار تهران شده رئیس تعیین کرده تمبوج اتفاق افتاده دیگه با همه احوال هنوز پرفروشترین و هنوز از نظر اقتصادی پای خودشه بله برای اینکه از اول دونست... می دونستن که چجوری باید پایش رو بگذارن بسیار خوب بریم نگاه قلم رو ببینیم نشریه مازند... ببخشید انزلی خواهش کنم این مازندرانی <applause> باید <نگیر. تصفيق> یعنی حتی برای انزلی چیا رشدی رو هم نگیم بعد از کم بله این روزامیست که با تأخیر ما داریم بهش نگاه میکنیم روزنامه که ممکن از نظر فرم خیلی راضی نکنه چشم حرفه ای رو یعنی مثل حروفچینی عادی تو کامپیوتر باشه که بدون هیچ چیزی برش گذاشته شده ولی وقتی توش میری مطالب با داره بیشتر به هنر از اون من <تصفح> یه عکس اینجا دیدم 1114 نگاه کنید این تئاتر بلدیه انزلی این سالن تئاتر انزلی در بلد. من اون یک پارک کنار ساحلی داره اونجا رو خوب یادمه با این نوع معماری دوره رضا ولی با آقای مهندس شفور، که همه اون سالهایی هم که مثلا آقای آشورپور صداشون رو ما شنیدیم که گیلکی خوندن و اینا این مهندس رو... آقای آشورپور تنها کسی بود که به عنوان مهندس آشورپور اصلا ازشون یاد میشد حتی در مقام خاننده البته آقای آشورپور الان نیستن ولی همینقدر که ازشون یادآوری شده است مهمه بقیه مطالب هم طبیعی دیگه مربوط است به انزلی و... اسم بخش شعر و اینا رو هم گذاشته کافه نادری بسیار خب بریم سراغ مجلات مهنامه رو هفته پیش بهش رسیدیم این هفته بهش اشاره کنیم های بهنود ببینید روجلد همینطور که میبینید این روجل که برای کسایی که در تهران هستند و فیلم رو دیدند فیلم سیانو رو به یاد میاره که هنوز هم به نظرم میرسه روی اکرانه ولی مهرنامه طبیعتاً بنابرای صلیق و وزن مجله و موضوعش این رو بهانه کرده به خود موضوع پرداخته. در خلاصه ترین وجه بگم فیلم گرچه قصه ای داره هاشمی این رو به صورت یه قصه در ورده که قصه یک کسی است که دانشکده پلیس درس میداده بعد میره تو کار به صلاح ساواک و در اونجا معمور اولین پرونده ای که میشه پرونده مجاهدینه. بعد وارد این پرونده میشه و توی این کشمکش های فیلم کسی رو که عاشقش بوده ولی بهش نرسیده و ازدواج کرده و بعد از ازدواج هم جدا شده اون زخمی از تو حادثه میاد و این دو تا... یعنی به خونه او پناه میبره پس من برای اون پشت قصه است ولی یه جاییش میرسه به اون ماجرای معروف به چی بگیم شورش یا انقلاب درونی سازمان مجاهدین که تقیش به سلات با تفکرات مارکسیستی نزدیک شد مسئول رجوی و بقیه هم که میشناسیم خیابانی اینا هم این طرف قرار گرفتن این مذهبی رو گرفتن این مهم نبود این انشاب شبیه این خیلی اتفاق افتاده تو گروه های سیاسی و حتی چریکی مهم این بود که این انشاب خونین شد بله. یعنی این انشاب از ازشون شریف واقفی سمدی لباف اینا کشتن و به حال این حادثه پس اونه یعنی اون چیزی که قلزت میده اونه مجله من به مناسبت رفته با یه دمسای حجاریان یا مسای بهزاد نروی اینا که به حال اون حوادث یادشونه و یه نوعی هم حالا نه مستقیما وسط داستان ولی یه نوعی هم در کنار چون اینا هم همه مخالف بودن و به حال زندان میرفتن و میامدن یه جوری داشتم با اینا هم حرف زده با آقای فر اینا هم حرف زده یک چیزی که به همشون میگن و به نظرم جالب اومد اینه که انقدر فیلم خوب ساخته شده یعنی آرایش درونیش خوبه که گاهی اوقات شبیه فیلم مستنده میگن حتی تو جملات چند هم کرده در مورد مص... سناریوی فیلم صحبت کردیم اینا. که نویسنده متاسفم اسمشون یادم نمیاد ولی گفته بودن که من این رو با تحقیق کامل در مورد وضعیت و... هم مشاور داشتیم بنابراین میخورد که به هر حال تو و... چیزی هم شما پیدا کرده بودین ب... من برام جالب بودین صحبت هایی که با آقای هادی خامنه ای شده خب من شخصا توی روزنامه آقای خامنه ای هادی خامنه ای حیات نو کار کردم شون از نزدیک دیده بودم و میشتاختم حرفایی که زده برام جالبه به خصوص اون بخشی که میگه که مشهد بذارید دقیق بگم که چی میگه میگه که مشهد قوم نمیشود یا مشهد ولی این تا... اصلا اصولا خبری باید. که راجع به اون روزهای مشهد میده جنیات فرهنگی زیر پوست حتی طلاب که ایشون جزش بودن ولی حتی بقیه شهر هم خبر میده میگه مشهد به بخش مشهد به کیش تبدیل نمیشه چون آه. در واقع من هفته پیش قرار بود اینو معرفی کنم هفته پیش خوندمش الان تو میگه که کیش نمیشود به این دلیل که مثلا آقای علمگور رو اینا میگن که آقا دارین اینجا رو تبدیل به کیش میکنه میگه میکن نه اینجا یه بافت فرهنگی اجتماعی خودش رو داره یه بافت سنتی داره که مقاومت خودش هم داره دقیقا تبدیل به اون نمیشه ولی برای من جالب بود که همزمان یه مصاحبه دیگه هم این مصاحبه های آقای دهپاشی رو حتما شما دیدید با افراد مختلف ولی. اون مصاحبه هم در واقع تکمیل کننده این مصاحبه بود برای من جالب بود آقای خامنه ای دو تا مصاحبه جالب ظرف مدت کوتاهی دادن اینم برای خوندنی هست بریم سراغ مروارید چون خیلی هم وقت نداریم فکر نمی کنم به مجله آخرمون برسیم مروارید ببینید این شماره اون چی که مهم هست در مروارید میبینید که تن ما و ناز آنها تن ما یعنی این... بیمار بله. ناز آنها هم معلوم کجاست یعنی معلوم یعنی بیمارستان یعنی بزرش ماجرای دنباله دار که از زمان آقای می آغاز شد اینا, اینا به خصوص از بعد از اون تاکید روش زیاد شد وگرنه به طور کلی بود زیر پوست مطالب مجلات بودش گزارش هایی می اومد نوشته هایی میشد پزشکا البته حرفایی داشتن می به خصوص از موقعی که آقای هاشمی اومدش به وزیر بهداشت شد خب مسائل اومد رو به خاطر نوع مردمی رفتار کردن او که خیلی هم تو قالب وزارت نمی گنجه ولی به هر حال این شماره که الان پیش شما هست این شماره به طور کلی در انتقاد از وضعیت پزشکی ایران خلاصش بگم باید. یعنی آنچه که میگذره اهم از گزارش میدانی که شهزاد همتی درست کرده و مثل همه گزارش او خی... تصویری یک دو سه چهار تا تصویر داده که اینو از جای مختلف گرفته اولی خیابان ولی از تقاطع توانی مرکز قولهای جرای قلب تهران است اینجاش شیما و مادرش نشستن تو مطب منتظر مشهورترین دکتر قلب هستند و چه اتفاقاتی اونجا میفته تصویر دوم یک هفته دیگه وقت عمل مادر شیما رو گذاشتن برای انجام چکاپ دوباره مطب اون جرا رفته نامه بیمه دستش هست همه آماده به نظر میرسه پس از چکاپ نهایی مدیر دفتر آقای جرا اعلام میکنه که علاوه بر هزینه بیمارستان که 15 میلیون تومان خواهد بود خود دکتر برای حضور در اتاق عمل مبلغ جداگانه میگیرن 30 میلیون تومان بعد این همتون شروع میکنه میگه که حالا با چک و چونه اون میشه 18 میلیون تومن اینا و این مثل بقیه گزارش های خانم مهدی گزارش میدانی است یک یعنی مصاحبه, مصاحبه هم کرده بود با آقای زیبا کلام راجع به در گذشت خواهر آقای زیبا کلام که اونم برای من جالب و خوندنی بود بله و آقای زیبا کلام چیزی که میگه باز برمیگرد به همون بیمارستان جمع که سر ماجره آقای کیارستمی هم باز اسمش مطرح بود ولی چیزی که میگه میگه که من بیشتر از همه از این ناراحت شدم که پاسخ درست حسابی نمیدادن ما رو اصلا به قول آقای اصلا آدم حساب نمیکردن که بیان توضیح بدن دقیقا چی شد این همون بحثی که قبلا هم گفتیم اینکه پزشک بیاد توضیح بده برای مریض که قرار چه اتفاقی برات بیفته یا اینکه برای خانواده اون فرد درگذشته یا خدای نکرده کار به اونجا رسید اینکه واقعا چی شد اینکه نگیم اینکه آقا یه بحثی هست به عنوان مثلا حفظ اسرار مریض اون یه بحث دیگه ایه. این یه چیز جداگانه دنیا الان یکی از اموری که بسیار بهش توجه میشه اینه که این جزء وظایف پزشکا شده که بنشینن و وقت بذارن بله. و کاملا اطلاعات رو... یعنی به زور حتی گاهی اوقات من شرقی ها خود ایرانی ها رو دیدم که اصلا نمیخوایم بله. میگه اصلا نمیخوایم انقدر بدونیم اون تو موها چه خبر بریم کار آخر توکان استانی رو ببینیم بسیار خوب این اشاره است به چی؟ به ماجرای این کشت و و جنگ و ابراهیم بر هر برعکس شده جریان یعنی آه بله برعکس شده برای رح... بر اومده بره اومده وساطت میگه مکلاب نتوار بسیار خوب. <applause> برای که قرار بود قربانی بشه خودش قربانی بشه آمده. بسیار خب ممنونم از شما بهنود و مثل همیشه ممنونم از شما که نظراتتون رو با ما در میون میگذاریم برامون صدا و تصویرتون رو هرچه بیشتر بفرستید میتونید در تلگرام برامون ارسال بکنید با هشتگ دیدبان تمام راه های تماس رو الان روی صفحه خواهید دید میتونید پیامگیر از بی بی سی شما برای صدا و تصویر و غیره در تلگرام ما در خدمت هم همینطور ایمیل هم هست اگر هنوز مثل قدیمیا ایمیل میزنید دیدبان at از طرف خودم به آقای بهنود هفته بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شب و روز بر شما خوش